فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سوال بعدی بیننده در مورد این بود که در زمان پیامبر مردم شیعه بودن یا سنی، که یکی دیگر از بینندگان نیز همین سوال کردن ولی به صورت دیگه، که آیا امام علی شیعه بوده یا سنی؟ بفرمایید. من خدمت این بینندگان عزیزمون عرض میکنم که اگر شما بیایید امروزه نمادهای شیعه رو بررسی بکنید، نمادهای اهل سنت رو نگاه بکنید، اون چیزی که نشانگر سنی بودن یک فرد هست، و از یک طرف بیایید اون چیزهایی رو که نشانگر تشیع و شیعه بودن یک فردی هست اینا رو بررسی بکنید، میبینیم که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم از نمادهای تشیع هیچ چیزی وجود نداشته. نه این اذانی که شیعه اونو نماد قرار دادند، این در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین اذانی وجود نداشته. در کشورهایی که شیعه نشین هستند، در شهرهایی که شیعه نشین هستند، یکی از نمادهایشون گنبد و بارگاه هست. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم گنبد و بارگاهی وجود نداشته. ایشون بر قبرهای هیچ یکی از فرزندان خودشون، همسرانشون، حضرت خدیجه که محبوب ترین همسرشون بودند، عمویشون، گنبد و بارگاهی رو نساختند. و عزاداری که امروزه شیعیان میکنن جز شعائر شیعه هست و جز ضروریات مذهب قرار گرفته، که امروزه شیعه را به عنوان همین عاشورا میشناسن، در زمان رسول الله یا در زمان ائمه ای که بعد از سیدنا حسین بودند هیچ اشاره به این نشده، و عزاداری هم به این گونه در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم به هیچ وجه در واقع نبوده. و این عبادت اذان گفتنشون، میگم اذان گفتنشون و خمسی که امروزه شیعه میگیرند با این کیفیتی که میگیرند به هیچ عنوان خمسی نبوده که مردم برند بگیرند. حسینیه در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود نداشته، بیان معرفی بکنن در طول تاریخ که حضرت علی رضی الله تعالی در زمان خودشون چند حسینیه ساختن، چند مرتبه نمیدونم جشن تولد گرفتن، جشن امامت گرفتن، دهه فاطمیه گرفتن، دهه نمیدونم غدیر گرفتن، یا عزاداری در زمان حکومت خودشون که واقعا قدرت در دست ایشان بود. اگر شما میخواهید شعائر تشیع رو نگاه بکنید، در زمان رسول الله و در زمان سیدنا علی رضی الله تعالی هیچ یکی از این شعائر و نشانه های تشیع وجود نداشته. اگر واقعا ادعا میکنید که وجود داشته، بیاید برای ما اثبات بکنید از آیات قرآن، از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، یکی از این موارد را که دلیل تشیع باشه در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، یه دلیل این دین و مذهبی باشه که شما دارید در زمان رسول الله، در زمان سیدنا علی و در زمان ائمه وجود داشته باشه، بیاید برای ما معرفی بکنید. پس بنابراین این معیاری که ما داریم، اهل سنت و جماعت دارن، شعار ما این هست که ما عمل میکنیم بر قرآن، کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، بر فهم سلف امت، یعنی همون چیزی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده، ما دقیقاً برمیگردیم به همون حالت. هر گونه آدابی و هر گونه رسومی و هر گونه شعائری و مراسمی که بر خلاف زمان رسول الله باشه از دیدگاه ما کلن مردود هست و جایز نیست. اما از این که عزاداری باشه، اما از این که جشن و شادمانی باشه، عیدی باشه که در زمان رسول الله نبوده، اذانی باشه متفاوت از زمان رسول الله، نمازی باشه متفاوت از زمان رسول الله، هر چیزی باشه از دیدگاه ما مردود است. پس بنابراین این افتخار ما هست که بر بگردیم به این که در زمان رسول الله به چه گونه عمل می‌کردن. اهل سنت و جماعت دقیقاً به همون گونه عمل می‌کنن و مبارزه الحمدلله شروع شده، یعنی در هر زمانی این مبارزه وجود داشته. هر وقتی که یک انحرافی به وجود آمده، بدعتی به وجود آمده، علمای اهل سنت و جماعت جلو این بدعت‌ها را گرفتن. اما در مذهب شیعه کاملا برعکس هست. هر چیزی که به نفع تشیع باشه، به قول خودشون احیاگر دین خودشون باشه، اینو در دین اضافه میکنن. مثلا که محرم رو که اسلام رو زنده کرده، محرم و سفر رو که معتقد هستند و قول امام خمینی هم هست که اینو گفته و یکی از مراجع مهمشون که این محرم و سفر هستن که اسلام رو زنده داشته، و در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم نه از محرم خبری بوده و نه از سفر و این مراسم نبودن، در زمان ائمه بزرگوار اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم اینها نبودن. پس بنابراین ما به افتخار میگوییم که ما اهل سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم و دینی که رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل میکردن دقیقا همین دین و همین شعائری هست که امروزه اهل سنت و جماعت بر اون
عمل میکنند. اما این شاعری که اشیه اونها را نشان تشیع میدونند، اینها نه در زمان علی بوده و نه قبل از علی و نه بعد از علی، در زمان ائمه بزرگوار اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. و متاسفانه عرض بکنم یه خوشبختانه خود بزرگان شیعه مانند نوبختی و قمی و دیگران این اعتراف کردند. اولین کسی که امامت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه را با قرائت شیعه مطرح کرد که منسوسی از جانب الله متعال باشه، عبدالله ابن سبع یهودی بود در زمان خود سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه ایشونو گرفت و بنابر روایتی سوزاند و بنابر روایت دیگر تبعیدش کرد به مدائن. و کسانی که این اعتقادات امروزی شیعه را داشتن، سیدنا علی رضی الله تعالی عنه اونها را در خندق انداخت و با آتش اونها را سوزانید. پس بنابراین این افتخار فقط و فقط ویژه اهل سنت و الجماعت هست که پیرو حقیقی رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. و این شاعری که نشانگر تشیع هست، در زمان رسول الله و در زمان علی رضی الله تعالی عنه وجودی نداشته.